همراه میشیم با همکارم مراد ویسی که اینجا در استودیو با من هست. مراد، پس از حمله سپاه به مواضع گروه های کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق، جمهوری اسلامی حالا نیرو فرستاده در مرز با اقلیم. خب این اقدامات چه ارتباطی با اعتراضات داخلی در ایران داره و چرا جمهوری اسلامی این روزها نگران فعالیت این گروه هاست؟ جمهوری اسلامی هدفش از اعزام نیرو سه چیزه: اول سرکوب خونین تر مردم کردستان، دوم حمله به احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی، سه درگیری نظامی با اقلیم کردستان عراق. هر سه هدف رو هم با این هدف بزرگتر پیگیری میکنه که توجه رو از اعتراضات منحرف کنه. سپاه پاسداران با ستونکشی نظامی به کردستان و مناطق کردنشین قصد داره این پیام رو به بقیه مردم ایران بده که من موتور انقلاب رو که در کردستان هست، کانون اصلی اعتراضات رو که در کردستان هست، با مشت آهنین سرکوب میکنم، در حالی که این مشت آهنین جواب نداده. اگر جواب میداد ما شاهد این اعتراضات گسترده در سطح کشور نبودیم. امروز هم با فراخوان احزاب کرد قراره در سراسر کشور اعتصاب و اعتراض برگزار بشه. به نظرم امروز روزی خواهد بود که این استراتژی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی تا حد زیادی باطل خواهد شد با اعتراضاتی که در بقیه نقاط کشور است، چون اتحادی که بین کردستان و بقیه مردم مناطق کشور به وجود اومده ثابت میکنه که جمهوری اسلامی اینی که میگفت تجزیه طلبن کردها، احزاب کرد نمیدونم مسلحن، دنبال درگیریان، اتفاقا احزاب کرد خیلی خیشتنداری از خودشون نشون دادن با وجودی که سه بار بهشون حمله نشون داده شده. نشون داده میشه که اونی که دنبال جنگ جمهوری اسلامی نه احزاب کرد. خب مراد، همونطوری که تو هم اشاره کردی، کوسری نماینده تهران در مجلس گفته اعزام این نیروها به خاطر مقابله با تجزیه طلبان هست. آیا این نظرت اول در مورد این صحبت‌های کوسری چیه؟ با این اظهارات میتونه اتحادی رو که ما در اعتراضات سراسر می‌بینیم از بین ببره؟ نه، نمیتونه اتحاد رو از بین ببره. روز به روز اتحاد بیشتر شده. جمهوری اسلامی میگه من نباشم کشور تجزیه میشه. الان بزرگترین اعتراضات 44 سال اخیری داریم، ولی اتحاد بین مردم بیشتر شده. زاهدان، اهواز و سنندج که حکومت به تجزیه طلبی متهم کرد الان چشم و چراغ مردم شدن. از اون طرف این فردی که کوسری میگه نماینده مجلس، یه چیزی رو راجع به این بگم، این نماینده مجلس نیست، فرمانده سپاس. هر موقع رأی میاره میشه نماینده مجلس، هر موقع رأی نمیاره لباس سپاه میپوشه میره فرمانده قرارگاه سارالا میشه. و این چون این چیزی در دنیا سابقه نداره که یک کسی با رقیب انتخاباتیش با اسلحه برخورد بکنه. اگر کوسری هر موقع رأی بیاره میره تو مجلس، رأی نره میره فرمانده قرارگاه سارالا میشه، کمایی که رقیبای انتخاباتیش هم ممکنه بازداشت بکنه. این تهدیدها به علیه مردم معترض ایران و کردستان جواب نمیده. با اطمینان بهتون میتونم بگم اعتراضات در دو ماه گذشته رشد زیادی کرده، از این به بعد هم به رشدش ادامه خواهد داد. بسیار متشکرم از تو مراد.